سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. آتشبازی و اجرای حرکات نمایشی با آتش یکی از مهیج‌ترین بخش‌های سیرک هاست و احتمالاً تا به حال از نزدیک یا در فیلم‌ها این اجراها رو دیدید. افرادی که این برنامه‌ها رو اجرا می‌کنن با استفاده از ترفندهایی و بی اون که آسیبی ببینن با آتش نمایش اجرا می‌کنن. اما در این برنامه می‌خوایم در مورد زنی صحبت کنیم که به ملکه آتشخوار شهرت پیدا کرده بود. این زن که جو جرالدی نام داشت، قابلیت‌های بسیار عجیب و خاصی داشت و انگار آتش واقعاً تأثیری بر او نداشت. صدها نفر از جمله دانشمندان تلاش کردند دست او رو رو کنن و متوجه حقوقهای او بشن، اما ظاهراً که حقی در کار نبود و این زن در برابر آتش و گرمای سوزان و آسیب زننده کاملاً مقاوم بود. در این برنامه با ما همراه باشید تا با ملکه آتشخوار، معمای عجیب زنی که آتش هیچ اثری بر او نداشت، آشنا بشید. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. اطلاعات بسیار زیادی در مورد این زن شگفت‌انگیز وجود نداره. او در دهه 1780 در ایتالیا به دنیا آمد و در دهه 1810 به انگلستان مهاجرت کرد. جرالدی ابتدا در سیرک‌های عمومی به اجرای نمایش می‌پرداخت و با مهارت‌های ابتدایی آتشخواری آشنا شد. اما بعد از مدتی آنقدر در این کار پیشرفت کرد که به تنهایی نمایش اجرا می‌کرد و به عنوان ملکه آتشخوار شهرت پیدا کرد. جو جرالدی برای عوام و خواص نمایش اجرا می‌کرد و نمایش‌های او آنقدر باور نکردنی و شگفت‌انگیز بود که همه را مات و مبهوت خود کرده بود. در سیرک‌های مختلف افراد زیادی با آتش نمایش اجرا می‌کردند، اما هیچ کدام آنها به مهارت و توانایی جو جرالدی نبودند. توانایی‌های باور نکردنی جو جرالدی تنها در برابر آتش نبود و او انگار در مقابل اسید و فلزات مذاب هم مسئولیت داشت. او ابتدای نمایش‌هایش دهانش را با اسید نیتریک پر می‌کرد و بعد از مدتی آن را روی میله‌ای آهنی تف می‌کرد. به محض اینکه اسید روی آهن ریخته می‌شد، شروع به خوردن فلز می‌کرد و آن را از بین می‌برد. یعنی برخلاف بقیه هنرمندانی که در سیرک کار می‌کردند، مایع داخل دهان جو جرالدی واقعاً اسید بود و حتی آهن را از بین می‌برد. اما این زن بیان که دهانش آسیبی ببیند، آن را داخل دهانش می‌ریخت. در واقع نوع اسیدی که در این اجراها استفاده می‌شد از نوع غلیظ و متراکم بود و عملاً می‌توانست داخل دهان و اندام‌های داخلی جو جرالدی را ذوب کند. اما ظاهراً اسید تأثیری بر روی این زن عجیب نداشت. مرحله بعد روغن جوشان بود. او ظرفی محتوی روغن در حال جوش را بر می داشت و بعد آن را به همه مردم نشان می داد تا از محتویات داخل آن مطمئن شوند. بعد تخم مرغی داخل آن می انداخت و صبر می کرد تا تخم مرغ پخته شود. بعد از اینکه داغ بودن روغن ثابت می شد، کمی از آن را داخل دهانش می ریخت و بعد از چند دقیقه روغن را داخل آتش می ریخت که این کار باعث شعله ور شدن آتش می شد. بعد نوبت اجرای ترفند سرب مذاب بود. او با دستش کمی از سرب مذاب بر می داشت و آن را داخل دهانش می ریخت، بیان که دستش یا دهانش آسیبی ببیند. بعد از مدتی که ظاهراً سرب مذاب سرد شده بود، تکه های سفت شده سرب را از دهانش خارج می کرد. این کار به این معنا بود که سرب مذاب داخل دهان او سرد شده، بدون آنکه بافت داخل دهانش بسوزد یا آسیبی ببیند. اما جو جرالدی مدعی بود که نه تنها دهانش، بلکه دست و پا و بدنش هم در برابر آتش و حرارت و اسید مصون و مقاوم هستند. او میله‌ای فلزی را داخل آتش قرار می‌داد و آنقدر روی آتش نگه می‌داشت تا فلز کاملاً سرخ و داغ بشود. بعد میله سرخ و مذاب را روی پوستش قرار می‌داد و انگار که نه انگار.
هیچ اتفاقی برای پوستش نمی افتاد. حتی گفته می شود که در برخی نمایش ها میله مذاب را روی زبانش قرار می داد و باز هم هیچ آسیبی به اون نمی رسید. با توجه به این که در آن زمان سیرک و اجراهای نمایشی و ترفندهای مختلف طرفداران بسیار زیادی داشت، مردم با نمایش‌های آتشبازی و آتشخاری آشنا بودند. اما نمایش‌های جوجرالدی واقعاً باور نکردنی بود و انگار هیچ ترفند و کلکی در آنها وجود نداشت. مردم عادی کم کم باور کرده بودند که این زن توانایی خارق‌العاده‌ای دارد و آتش و سایر مواد مضر هیچ اثری بر او ندارند. از آنجا بود که عنوان ملکه آتشخوار بر سر زبانها افتاد و او به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. نمایش‌های شگفت‌انگیز جوجرالدی علاوه بر مردم عادی، توجه دانشمندان و منتقدان را هم به خود جلب کرده بود. مردم عادی گاهی می‌گفتند که جوجرالدی از نوعی کرم یا پماد محافظت کننده استفاده می‌کند که مانع از آسیب دیدن پوست و بدنش می‌شود. اما دانشمندان نمی توانستند چنین توجیهی را بپذیرند، چون معتقد بودند که هیچ کرم، روغن و پمادی نمی تواند در برابر آتش و فلزات مذاب از بدن محافظت کند. از سوی دیگر منتقدان و شکاکان هم تمام تلاششان را می کردند تا بالاخره دست جوجرالدی را رو کنند و متوجه ترفندهای او بشوند. اما هیچ کدام، نه دانشمندان و نه شکاکان، نتوانستند توجیه منطقی برای قابلیت اعجاب برانگیز ملکه آتشخوار پیدا کنند. جوجرالدی به دلیل توانایی‌های شگفت‌انگیز شهرت بسیار زیادی در انگلستان پیدا کرد و تمام اجراهای او مملو از جمعیت مشتاق و کنجکاو می‌شد. حتی علاوه بر مردم انگلیس، صدها نفر از کشورهای دیگر تنها برای دیدن نمایش‌های او به انگلیس سفر می‌کردند تا از نزدیک شاهد توانایی‌های خارق‌العاده او باشند. اما ناگهان در اوج شهرت و محبوبیت، جوجرالدی از کار کناره گرفت و دیگر خبری از او نشد. هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی برای او افتاد و او بعد از کناره گرفتن از نمایش‌های سیرک به کجا رفت و چه کرد. با این حال مردم همیشه او را به عنوان ملکه آتشخوار می‌شناسند. جالب است بدانید که هنوز هم بعد از گذشت حدود 2 قرن هیچ کس نتوانست راز توانایی‌های خارق‌العاده جوجرالدی را کشف کنه و هنوز هم بسیاری معتقدند که این زن بدون استفاده از هر گونه فریب و ترفند واقعاً دارای قابلیت‌های خاص و استثنایی بوده. جوجرالدی و نمایش‌های باور نکردنیش همچنان به عنوان یکی از معماهای حل نشده تاریخ باقی مونده و هیچ کس پاسخی برای اون نداره. شما در مورد توانایی این زن چه نظری دارید؟ آیا این توانایی‌ها در او حقیقی بوده یا او از ترفندی استفاده می‌کرده؟ پاسختون رو برامون بنویسید. منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید.